درود، محمد تماسبی هستم. توی این قسمت از گرداتش میخوام خیلی کوتاه در مورد این صحبت بکنم که چرا میگیم روزه متناوب و چرا میگیم فستینگ. اول اینکه خودم اون واژه اون در واقع عبارت روزه متناوب رو ترجیح میدم، چون که خب یک ترجمه است، ولی فستینگ فقط یک گرته برداری هست، فقط یک تکرار یه واژه انگلیسی هست بدون اینکه هیچ نوآوری داشته باشه. یعنی کلا این قسمتی که از اون گیرهایی هست که به عنوان یک مترجم به انتخاب واژگان میدم، ولی به هر حال یه مطالبی هم هست که میخوام روشن بکنم با صحبت کردن در مورد این عبارت روزه متناوب، که چرا میگیم روزه متناوب. یکی از دلایل اصلی این که چرا واژه عبارت روزه متناوب به کار میره اینه که این عبارت از فرهنگ غرب میاد. اگر رژیم کتوجنیک و اینها بیشتر توی ایران و اینها از ایران و اینها سرچشمه گرفته بود، شاید به واژه روزه بسنده میکردیم، شاید، یا یه واژه دیگه ای به وجود می آوردیم، ایجاد میکردیم، اختراع میکردیم. اما به این دلیل واژه روزه متناوب توی انگلیسی به کار رفته که یه تمایز ایجاد بکنن بین اون روزه‌ای که حالا معمولاً مسیحیان کاتولیک دارن و روزه‌ای که توی رژیم‌های مثل رژیم کتوژنیک و رژیم‌های لو کارب، کم کربوهیدرات به طور کل، ازشون استفاده میشه. اول یه بحث فقهی رو مطرح بکنیم، بحث همین روزه کاتولیک ها و اینکه چرا لازم بوده توی فرهنگ های عموما انگلیسی زبان که دین غالب دین مسیحی هست، چرا لازم بوده که این عبارت متناوب رو اضافه بکنن. و این اضافه کردن واژه متناوب صرفا برای تمایز ایجاد کردن بین روزه حالا با اهداف تغذیه‌ای بوده و اون روزه‌ای که بیشتر برای اهداف مذهبی هست. توی روزه های مذهبی، چه اسلامیش چه مسیحیش، یه فوایدی هست که حالا دلایل اون فواید رو هم توضیح میدم و یه نقد هایی هم بهشون وارده. حالا توی روزه کاتولیک ها اینجوری هست که به مدت فکر میکنم 40 روز یا شاید هم کمتر، یادم نمیاد، یعنی هیچ وقت هم درست یاد نگرفتم، اینجوری هست که به مدت حال تقریبا 40 روز یک چیزی رو برای خودشون انتخاب میکنن که ازش پرهیز بکنن و اینجوری هم هست که میان وعده رو نمیخورن و به اون غذاهای اون وعده های اصلشون که حالا 2 تا 3 تا هست به همون بسنده میکنن. حالا من بیشتر با کاتولیک ها سر کار داشتم، شاید توی پروتستان ها هم همین شبیه همین روزه باشه. توی فرهنگ های مختلف چیزی که ازش پرهیز میکنن و چیزهایی که مجاز هست فرق میکنه. مثلا بعض جاها ماهی رو مجاز میدونن، بعض جاها نمیدونن. خیلی جاها پرهیز از گوشت میشه که میدونی که ما به هیچ وجه با پرهیز از گوشت موافق نیستیم. اگر پادکست رو تا اینجا دنبال کردید با این روی کرده ما آشنایی دارید که اصلا چنین چیزی رو تایید نمیکنیم. و خب اینها یه چیزی رو انتخاب میکنن که ازش پرهیز کنن عموما. حالا بعضن هست که گوشت نمیخورن، گوشت ماهی رو میتونن بخورن، میان وعده نمیتونن بخورن. مثلا یادمه که توی یکی از کلاسامون که معلممون کاتولیک هست، بچه‌ها کیک آورده بودن و معلممون که به اعتراف خودش معتاد قند هست، میان وعده رو نخورد چون که فقط باید اون وعده های اصلیش رو میخورد. خب این فایده هایی داره، چون که به هر حال اون تحریک انسولینی مکرر به وجود نمیاد، به هر حال 3 بار این اتفاق میفته، نه اینکه مدام این تحریک انسولینی وجود داشته باشه در طول روز. این فایده هایی رو داره. قبلا ها ما همیشه همینجوری غذا میخوردیم که مدام تحریک انسولین نداشته باشیم، ولی مخصوصا توی فرهنگ غرب این میان وعده خاری و اسنک خاری بسیار رایجه و به نظرم این اتفاق خیلی خوبیه که اینها این روزه رو دارن و از این یه بهره ای میبرن.
و حالا توی روزه اسلامی هم ما به اون حالت روزه متناوب و این سبک اسلامی میبینیم خیلی شباهت داره، چون متناوب به این معناست، اینجوری نیست که از یک چیزی پرهیز بکنیم، یک چیزی رو انتخاب بکنیم ازش پرهیز بکنیم، حتی اون چیز میتونه یک عمل باشه توی میونه کاتولیک ها که از اون پرهیز بکنن برای حالا خودسازی و اینها. توی روزه اسلامی اون چیزی که ازش پرهیز میشه غذا خوردن بین ساعت سر زدن آفتاب هست و همچنین غروب. پس این یک روزه متناوب هست، متناوب به این معنا که تناوباً دوره هایی رو داریم که غذا میتونیم بخوریم و دوره هایی رو داریم که غذا نمیتونیم بخوریم. این معنیش متناوبه، ولی چیزی رو که ما برای سلامتی دنبال میکنیم فرقهایی با این داره. باز روزه اسلامی هم فایده هایی داره، به این دلیل که خیلی وقتا ممکنه افرادی که روزه میگیرن بعدهاشون به دوتا محدود باشه، ولی خب کارهایی که میکنیم و غذاهایی که میخوریم خیلی خوب نیستن، مثل خورما، زولبیا بامیه، اینا دقیقا مخالف همون چیزهایی هست که توی پادکستمون در موردش رو صحبت کردیم و توی مطالبمون در مورد مضراتشون گفتیم. اما همین که تکرر وعده‌ها کمتر میشه یه سودی رو داره که باعث میشه که تحریک انسولین تناوبش کم بشه، ولی خب شدتش به خاطر حالا اون نوع غذایی که خورده میشه توی خیلی خونه ها و اصلا رایج هست میونه غذاهای ماه رمضان، نوع غذاها معمولا ایراد داره، ولی تناوبش یه سودی رو داره. و اینکه حالا یه مدتی غذا خورده نمیشه و اینجوری نیست که حالا حتی مثلا سه بار توی روز غذا بخوریم، و بلکه دو بار معمولا غذا خورده میشه، یه سودهایی رو داره. و اون مدتی هم که غذا خورده نمیشه باعث میشه که بدن مجبور بشه بره سراغ ذخایر چربی خودش، و این توی افراد مختلف نتایج مختلف داره. یه فردی ممکنه بدنش چربی سوز باشه، همچنان اون وابستگی زیاد به چیز رو پیدا نکرده باشه، به قند رو پیدا نکرده باشه، و یکی از عوامل بسیار مهم در اینجا روغن‌های سرخ کردنی هست که اگر ما روغن‌های سرخ کردنی زیاد مصرف کرده باشیم، با گذر سالیان این اتفاق میفته که سلول‌های بدنمون دیگه فقط به قند میتونن واکنش نشون بدن و اصلا توی مصرف چربی تبحر نخواهند داشت، و زمان میبره که این اصلاح بشه. و کسانی هم که بعد از سالها مصرف روغنهای سرخ کردنی میخوان بیان رژیمهای کتوجنیک و رژیمهای کارنیور، احتمالا مشکل بسیار بزرگتری رو خواهند داشت، نه فقط به خاطر مصرف قندها و مصرف زیادشون که باعث شده بدن دچار مقاومت به انسولین بشه، به این دلیل همچنین که سلول‌های بدنشون آسیب دیده و کوره بدنشون آسیب دیده و قادر به سوزوندن چربی نیست و مصرف کتون برای انرژی خودش نیست. این هم یک عامل مهم هست. و در کل وقتی که ما داریم از روز صحبت می‌کنیم توی بافتار رژیم کتوجنیک، ما تمایز رو قائل میشیم بین ستارویشن و فستینگ. ستارویشن یعنی قحطی، فست یعنی همون روزه، یعنی همون غذا نخوردن. ستارویشن وقتی بدن دچار قحطی میشه، زمانی هست که ما خیلی ضعیف شدیم، دیگه بدنمون نه قندی داره نه چربی داره که بخواد ازش استفاده بکنه، چربی داره که ازش استفاده بکنه، ناتوانه در استفاده از چربی به خاطر حالا عادت به مصرف قندیجات. به خاطر همین بدن نمیتونه به ذخیره چربیش دست ببره و یه شکنجه بسیار شدیدی رو متحمل میشه توی ساعاتی که غذا نمیخوره. به هر حال این ساعات غذا نخوردن باعث میشه که بدن بخواد به خاطر اینکه میخواد بقای خودش رو حفظ بکنه به یه چیزهایی چنگ بزن و یه راه حلی رو پیدا بکنه و بتونه این چربی سوزی خودش رو دوباره به دست بیاره و اصلاح بکنه. و توی همین غذا نخوردن یه فرایندی به اسم اتافجی یا خودخواری سلولی رخ میده که اون زائدات درون سلولی اصلاح میشن، از بین میرن، یه خون تکونی درون سلولی ایجاد میشه و این برای سلول های ما مفید هست و
این اتافجی در موردش توی یکی دیگه از قسمت ها هم که در مورد تفاوت روزه ماه رمضان و روزه کتوژنیک بود در موردش صحبت کردیم و مفصل تر در موردش صحبت کردیم. این اتافجی میتونه رخ بده اما با یه شکنجه ای وقتی که بدن چربی سوز نباشه، اما وقتی که بدن چربی سوز باشه این اتفاق خیلی راحت میفته. یه مسئله دیگه با روزه اسلامی اینه که ما غذا خورد، باز میگم که یه فوایدی داره این غذا نخوردن و تحریک نکردن انسولین و همچنین این مدتی که غذا نمیخوریم و بدن برای بقای خودش به یک ذخیره های دیگه دست میزنه و ممکنه اون توانایی چربی سوزی خودش رو به دست بیاره. اما یه مسئله که داره همچنان این روزه این هست، روزه اسلام این هست که ما توی زمانهایی میخوریم که از لحاظ فرگشتی غذایی نمیخوردیم. ما موقع غروب غذا نمیخوردیم، ما موقع سحر غذا نمیخوردیم، بلکه در طول روز وقتی که خورشید بیرون بوده غذا میخوردیم. و جالبه وقتی توی این ساعات در واقع با تغییر ساعات روز مقاومت به انسولین ما تغییر میکنه و حتی میتونیم یک مقاومتی رو داشته باشیم برای خوردن مواد قندی در طول روز و اینها میتونن آسیب کمتری رو به ما بزنن، چون که مقاومت انسولینی در طول روز تغییر میکنه با توجه به سیرکیدین ریدم یا ساعات روز و شب درون بدن ما، و این خودش رو با نور خورشید وفق میده، با روز و شب شدن وفق میده این ساعت درون ما. و ما از لحاظ فرگشتی در طول سابقه تکاملی خودمون اینجوری بوده که در طول روز غذا میخوردیم و توی این ساعتها دیگه زمانی که سحر بوده، زمانی که پس از غروب بوده، اینجوری نبوده که غذا بخوریم. پس تو روزه اسلامی ما دقیقا توی ساعتی داریم غذا میخوریم که از لحاظ فرگشتی که در تضاد هست با سابقه فرگشتی یا تکاملی ما. باز توصیه میکنم که اون قسمتی رو که در مورد تفاوت روزه کتوژنیک و روزه ماه رمضان خیلی قبلتر درست کردم اون رو گوش بدید. و باز تأکید اصلی اینه که حتی اگر که ما وعده هامون بیشتر از دوتا باشه، حتی اگر از استراتژی از روزه به عنوان یک استراتژی برای بهبود سلامت خودمون استفاده نکنیم، باز همین که ما کربوهیدراتی مصرف نمی کنیم و فقط از چربی و پروتئین استفاده می کنیم، تقریبا هیچ تحریک انسولینی نداریم. چربی که تحریک انسولینش نزدیک به صفره، پروتئین هم مادامی که کنار چربی خورده بشه باز تحریک انسولینی بسیار اندکی داره. اگر که در کنار کربوهیدرات خورده باشه کلا قضیه فرق میکنه. خود کربوهیدرات یه تحریک انسولین بالایی داره و کربوهیدرات و پروتئین هم باز تحریک انسولین شدیدی دارن. اما اگر که پروتئین در کنار چربی خورده بشه، یعنی وقتی که ما گوشت میخوریم، اون موقع این تحریک شدید انسولینی رو نداره. و در واقع اینجوری هست که ما حتی اگر غذای بیشتری هم بخوریم و وعده های مکرری هم بخوریم توی رژیم های کم کربوهیدرات و مخصوصا توی رژیم مثل کارنیوور که هیچ گونه کربوهیدراتی تقریبا درش نیست، ما باز میتونیم از این مزایای اتافجی به خاطر تحریک نشدن انسولین بهره ببریم و نیازی هم به گرسنگی کشیدن نیست. و کلن به خاطر اون چربی هایی هم که ما همراه غذا میخوریم، اون انرژی رو داریم، دسترسی به انرژی داریم و شکنجه ای رو هم متحمل نمیشیم. یعنی اگر کسی هم بخواد روزه مذهبی بگیره، حالا هر مذهبی، چه حالا مسیحیت چه اسلام، اگر که باز همین استراتژی حذف کربوهیدرات رو در پیش بگیره، باعث میشه که بدنش برگرده به اون چربی سوزی و بسیار راحت بتونه این روزه رو پشت سر بگذاره و با کمترین میزان سختی، مگه زمانهایی که دیگه بدن حتی دیگه توانایی اون استفاده از چربی رو نداره، که اون موقع است که میره سراغ عضله. یعنی این که میگن مثلا توی رژیم های کتوژنیک و اینها که ما هیچ قندی دسترسی بهش نداریم دچار عضله سوزی میشیم، این اشتباه هست. ما زمانی دچار عضله سوزی میشیم که به اون مرحله قحطی برسیم که بدن حتی چربی کافی هم برای سوزوندن نداشته باشه. وقتی که چربی داشته باشه، وقتی که چربی کافی باشه برای سوزوندن و بدن اون توانایی چربی سوزی خودش رو از دست
نداده باشه، همچنان میتونه چربی بسوزونه و انرژی خودش رو تأمین بکنه. و ما رکورد روزه بیش از یک سال هم داریم، یک مرد اسکاتلندی یک زمانی یک روزه بیش از یک ساله هم میگیره، حالا با یه استثناءاتی مثلا ویتامین و الکترولایت و اینها میخورده و گویا مثلا چای و قهوه و اینها هم میخورده. این یک آزمایش ثبت شده است که بیش از یک سال تونسته روزه بگیره و به خاطر که چربی داشته بدنش میتونسته از این چربی ها برای تأمین انرژی اون استفاده بکنه و بدنش وارد قحطی نمیشده در صورتی که در حالت روزه بوده. پس همون تمایز بین فاستینگ و استارویشن، تفاوت بین قحطی و روزه. پس میشه ما روزه رو داشته باشیم بدون اون حس قحطی و بدون اون حس گرسنگی و از مزایای کاملش هم بهره مند بشیم. امیدوارم که مطالب این قسمت مفید واقع شده باشه. پیروز کامیاب باشید.